بله اون چیزی که چیزی که بیشتر از همه بیشتر از همه مردم رو رژیم میترسونه ازش مسلمان بودن مجاهدینه رژیم روی این خیلی کار میکنه باور کنید به اقراق بدون اقراق میخوام بگم صدها نفر هزاران نفر رو تربیت کرده فرستاده در فضای مجازی و در فضای واقعی در خارج از کشور به, تو... به, طور خاص در بین هموطنان خارج کشور برای اینکه مجاهدین مردم رو از مجاهدین بترسونه به خاطر اینکه بگه مجاهدین مسلمونن، حجاب دارن نماز بخونن روزه میگیرن عاشورا تاسوعا دارن عید فت دارن اینا میخوان بیان مردم بچه هم خود رژیم میدونه که چه, چه بلایی سر مردم ورده به اینا گفته بگید بگید اینا اگه بیان مثل ما میشن اما بدتر هن. اینا مسلمان تر از یعنی بلایی که سر خود مردم آورده با همون بلایی که سر مردم آورده مردم میترسونه که سراغ مجاهدین نیان چون مجاهدین مسلمونن حالا آیا مجاهدی مسلمون هستن نیستن بله مسلمونن قطعا که مسلمونن شاید از مسلمان ترین معتقد ترین اخشار جامعه ایران مجاهدین باشن چون در این چهل 42 سال عمیقا زیر زرد بودن و زیر فشار برای اینکه دست از حجاب و اسلامشون بردارن و میگن آقا خب سری بردارید تا برا حل بشه مشکل حل بشه مردم شما رو نترسن از تو ولی میبینید که خیلی محکم همین میگم برنامه عید فت بود پیروز از تلویزیون داشتم میدیدم دیروز و میبینید که خیلی قاطع از دین و آین و اعتقاداتشون به هیچ دست بر نمیدارن و خیلی هم افتخار میکنن اصلا میگن ما به خاطر مسلمون بودنمونه که با ها داریم میجنگی حالا سوال این ماهنامه شورای ملی مقاومت شماره اول آبان 1163 در آخرین ورقهاش من چون خود برنامه شورا رو پیدا نکردم دارم برنامه که همون سال 61 منتشر شد یک کتابچه کوچیکی بود ولی توش نوشته دولت جمهوری دموکراتیکی دموکراتیک اسلامی ایران جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران دولتی است موقت موقت که وظیفه انتقال حاکمیت رو به مردم ایران و مستقر ساختن حاکمیت جدید ملی و مردمی رو به عهده داره این یک قضیه یه قضیه دیگه برمیگردیم به همین یکی دو ماه گذشته یک هشتگی در فضای مجازی اومد بالا به اسم نه به جمهوری اسلامی مقامت ایران و مجاهدین اومدن یک هشتگی دیگه رو با عنوان آری به جمهوری دموکراتیک بردن بالا و روی اون تبلیغ کردن در ایران در همه در دیوار چسب بودند همه جا یک سری اومدن گفتن که این هشتگ نه جمهوری اسلامی این هشتگ موفقی بوده این آری به جمهوری دموکراتیک نمیدونم هشتگ موفقی نبوده همگیر نبوده کاری به این ندارم ولی اومدن گفتن که مجاهدین گفتن جمهوری دموکراتیک دیگه نگفتن جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران پس وا ویلا مجاهدین یواشکی دست از اسلامش شستن به کسی هم نگفتن رژیم داد به چند تا از مزدوراش از این مقاله هم نوشتن تو فضای مجازی بدون اینکه لیاقتی داشته باشن که اسمشون ببرن ولی یکی دو تا مطلب اینجوری هم رژیم نوشت تا پا نگرفت به دردش نمیخورد حالا واقعیت اینه که آیا مجدین از جمهوری دموکراتیک اسلامیشون دست شستن اگه دست نشستن چرا این شعار فقط گفت جمهوری دموکراتیک سوال اینه من با این سوال شروع میکنم بعد بحثو میسپرم به دوستان سوالات رو ببینید آنچه که مجاهدین در رابطه با جمهوری دموکراتی گفتن رو به آینده داره یعنی رو به بعد از تشکیل مؤسسان و بعد از اینکه دولت موقت جمهوری دموکرات اسلامی کارش و عمرش تموم شد شما دو تا دو تا مقوله دارید یک مقوله مقوله دوران مقامت که از زمان سی خرداد 60 البته از قبل ترش ولی مقاومت مسلحانه از سی خرداد 60 شروع میشه پایانش کیه پایانش وقتیه که مجلس مؤسسان تشکیل میشه یعنی شش ماه بعد از سقوط حاکمیت در ایران مجلس مؤسسان تموم میشه بعد از اینکه مجلس مؤسسان تشکیل میشه وقتی مجلس مؤسسان تشکیل شد دوران موقت دوران مقاومت و دوران گذار تموم میشه و دوران آغاز به دوران جدیدی هست از حیات سیاسی ملت ایران که دیگه تصمیمات رو مؤسسان مردم ایران میگیره از زمانی که تصمیمات رو مؤسسان مردم ایران میگیره از اون زمان به بعد سازمان مجایدین و در رأسش آقای رجوی خواهان یک جمهوریه یک جمهوری حتی خواهان یک جمهوری دموکراتیک هم نیست فقط یک جمهوری ولی چرا میگه جمهوری دموکراتیک دموکراتیک رو با مدل چینی و روسی نمیگه نمیگه یک جمهوری مدل چینی یا مدل روسی چون جمهوری دموکراتیک در اصحان عمومی یعنی جمهوری مدل روسی و چینی و یعنی چپ چپ ماکسیس لینی نیستی منظورش جمهوری که محتواش دموکراتیک باشه چرا اینو میگه چون تا به الان هر چی که بوده در ایران دموکراسی نداشته جمهوری اسلامی جمهوری نبوده اسلامی هم نبوده دیکتاتوری بوده قبلش هم یه نظام دیگه بوده دیکتاتوری بوده ماهیتش دموکراتیک نبوده میگه ما جمهوری میخوایم که ماهیتش دموکراتیک باشه پس اون هشتگی که دو ماه پیش مجاهدین رفتن پشتش معنیش اینه من برای این یک سند دیگه برای شما میارم که کسی نگه اینو مجاهدین الان میگم این شورا ماهنامه شورا هستش تا شماره 34 دی و, و بهمن 1363 این کتاب از یک عزیزی به من ارث رسیده که من این روزا دارم خیلی رو کشف میکنم. در این متل... ماهنامه یک مطلبی چاپ شده در همین رابطه یعنی این بحث از همون موقع بوده. یک نویسنده ای درباره جدایی دین از دولت این مطلبی نوشته در صفحه 79 یه نقل قول کرده از آقای رجبی. میگه که به قول آقای رجوی با احترام به رأی مردم در دفن نظام سلطنت میگه اون موقع چون وقتی نظام سلطنت رو مردم زدن زمین خب به هر دلیلی بیش از 99 درصد مردم رأی دادن به جمهوری اسلامی که آخ خمینی گفته بود بالاخره رأی مردم دیگه آدمی که دموکراسی اعتقاد داره حداقل به رأی مردم احترام میذاره میگه به خاطر احترام به رأی مردم الان این رأی اول مردم و به خاطر به و با احترام به خون و مشقت مردم محرومان در مقاومت مشروع میگه بعد دوران بعدی بعدیش که مقامت مشروع بوده و مردم مقامت کردن در مقابل همین نظام نظام دوم یعنی نظام خم، خمینی و بر علیه نظام حاکم بعد از به گل نشستن این مقاومت و به خاک سفردن رژیم رژیم فقاهت شورا یعنی شورای ملی مقامت که خودش مسئولش بوده بر روی کلمه جمهوری فقط جمهوری توی گیومه نوشته جمهوری دموکراتیک هم نیست پافشاری خواهد نمود و بقیهش را به مردم میسپارد به اینکه مردم بگن جمهوری ملی ایران جمهوری ایران جمهوری دموکراتیک ایران و هر جمهوری دیگه رو به مردم میسپاره پس خواست مجاهدین خواست آی رجوی از همون اول یک جمهوری بوده مجاهدین خواستار یک جمهوری هستند پس این در رابطه با خواستشون حالا چرا جمهوری چرا دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی یعنی دورانی که از سی خرداد 60 شروع میشه و در اول تشکیل مجلس مؤسسان تموم میشه یعنی دوران مقامت چرا بایستی این اسمش اسلامی باشه به دلیل اینکه این رو تحمیل کرده خمینی خمینی کلمه اسلام رو تحمیل کرده به هر کسی که میخواد باشه به جنگ هر کسی کسی مارکسیست باشه کسی آزادی خواه باشه بدونه رفتن زیر یک هژمونی یک حرکت یا یک جنبشی که کلمه دموکراتیک اسلامی سر درش رو نوشته باشه نمیتونه علیه نظام به بجنگه علیه خمینی و ارتجاع اسلامی بجنگه ببینید من مدعی هستم هیچ آزادیخواه ایرانی به صفت آزادی خواه بودنش نمیتونه در جنگ موثری علیه نظام ارتجاع اسلامی معارض بشه هیچ مارکسیست لنینیست ایرانی به صفت ماکسیس لنیس بودن در قالب و هژمونی ماکسیس لنیس بودن با تایتل این با تیتر و عنوان مارکسیست و بودنش نمیتونه علیه نظام ارتجاع آخوندی بیسته موثر باشه و این نظام رو به زمین بزنه حتی نمیتونه مقاومت بکنه در مقابلش هر هیچ انسانی ایرانی اول میگم جمهوری خواهی که ضد دین باشه ضد اسلام باشه عتی باشه هر اعتقادی که شما میخواین داشته باشه خیلی هم جدی باشه واقعا هم علیه این رژیم بخواد به جنگه. هرگز نخواهد تونست در مقابل نظامی که نظامی که ویژگیش نظام ولایت فقیه و جمهوری اسلامی هستش به جنگ ایستادگی کنه و اساسا بسیار دور خواهد بود از اینکه بتونه زمین بزنتش این رو به گواهی تاریخ 42 ساله میگم خیلی ساده است اصلا زیاد سختی پیش اثبات این حرف خمینی از همون موقع در عراق در یمن و در سوریه شروع کرد به کشتار مردم با اسم اسلام در افغانستان باز آدمای طالبان یا با... کسی که اصلا جنسشون مثل خمینی طالبان داعش اینا ما در هیچ کدوم از این کشورها شاهد برآمدن یک جنبش ملیگرا از جنس افغانی یا, یا یمنی یا سوری یا عراقی نیستیم در هیچ کجا شاهد برآمدن یک جنبش مارکسیست نیست قوی که جله داعش یا جله طالبان بیسته در افغانستان نیستیم در ایران که هیچی در هیچ کجای دیگه هم نیستیم در ایران خودمون که مبارزه آتیشش داغ بوده کورش داغ بوده در 42 سال گذشته هیچ حرکتی جدی که ویژگیش این باشه که ملیگرا باشه ویژگیش این باشه که مارکسیست نیست باشه ویژگیش باشه که ضد دین و آته باشه نداریم که متشکل شده باشه حتی اگر در رستش یه آدم صاحب نامی مثل رضا پهلوی هم اومده باشه که موفق شده باشه دو سه تا رسانه گردن کلفتم ازش شماعت کنن باز موفق به تشکیل یک حرکت جدی که بتونه این رژیم رو تغییر بده حتی براندازی که هیچی نبوده و نیستیم و نخواهیم بود چون این از ماهیت رژیم رژیم ولایت فقیه رژیم ارتجایی برمیگرده هر کس که بخواد با ولی فقیه بجنگه باید زیر چتر اسلام دموکراتیک بجنگه هر کس که میخواد در جنگش با جمهوری آخوندی با جمهوری که نه با جمهور آخونده یعنی مجتمع آخوندهای آدم کش در طالبان و همه اینا که آدم کشه که تحت نام اسلام میجنگن هر کس بخواد با اینا به جنگه، اگر بخواد جنگش موثر باشه باید بیاد زیر بنر یا زیر هژمونی یک حرکتی که تیترش هست دموکراتیک اسلام دموکراتیک این ویژگی این جنگه چرا که جنگ با این جنگ با ارتجا یک جنگ ایدئولوژیکه اندیشه است در پشتش اینها با سوء استفاده از ایدئولوژی و اندیشه و اعتقادات مردم تونستن تو این دو سال بمونن در ایران در لبنان در یمن در سوریه و در همه جا پس بدون یک اندیشه نمیشه جلوشون ایستاد و اون اندیشه نمیتونه چیزی غیر از اسلام دموکراتیک باشه که بهش معتقد باشیم یا نباشیم مهم نیست اسلام رو دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم مهم نیست دموکراتیک به, صف... به, صفتی که ممکنه ای شپه ایجاد بکنه که چپ یا راست هر چی که اعتقادات باشه ما باشه مهم نیست آزادی خواه باشیم ملیگرا باشیم ماکسیست نیست باشیم آته باشیم تا زیر هژمونی یک تشکلی که در دنیای واقع اسمش هست سازمان مجاهدین خلق ایران نباشیم نمیتونیم نه ایستادگی کنیم نه مبارزه کنیم خیلی ساده است برید نگاه کنید تو چل دو سال گذشته کی تونسته همه بلا استثناء به حاشیه رفتن فکر میکنن مبارزه میکنن دارن زندگی میکنن زندگی کردن در د... مبارزه کردن با بلایت فقیه با مبارزه کردن با زمان شاه یکی نیست با هیچ دوره یکی نیست مبارزه با ولی فقیه با ارتجاع اسلامی فقط و فقط از نوعی که مجاهدین مبارزه میکنن موثره و واقعیه و میتونه این رژیم رو بکشه به زمین خود آخونده هم به این اقرام دارن اه اه چیز دارن اعتراف میکنن از آن دارن من این بحثم بود بحث اصلی بود دیگه چیزی بیشتر از این ندارم اگر کسی فکر میکنه که میشه با هر نوع تفکر دیگهی به طور جدی بدون زیر هژمونی مجاهدین زیر هژمونی اینو برای اتحادم میگم اونا که میگن اتحاد بله هر کسی که میخواد با خوندا به جنگی باید اتحاد بکنه با مجاهدین ولی باید زیر بیرق مجاهدین با دستورالعمل عمل مبارزاتی مجاهدین مبارزه بکنه اگه نه مبارزش جدی نیست به جایی نمیرسه خسته میشه میره من بحثم رو قطع میکنم و به صحبت های دوستان گوش میدم اگر کسی سوالی داره سوالش رو مطرح کنه بله چرا بایستی زیر بیرق اسلام با رژیم جنگید برای اینکه رژیم با بیرق اسلام سر پاس خیلی ساده ببین در در, در،, در چی میگن بله در... بل ببخشید من مثل که صحبت داشت کسی گوش میدم سلام عرض میکنم جناب حبیبی بهتون تبریک میگم خسته نباشید میگم مسیر خیلی خوبی رو پیش اومدید بشکرم. بشکرم. این صحبتی که الان کردید به صورت واقع و به صورت عینی ما چل سال که باش به اصطلاح مواجه هستیم و میبینیم که در صحنه سیاسی هر کسی که نتونسته اول تشکیلاتش رو حفظ بکنه حالا تحت هر ایدئولوژی نهایتاً به ازمهلال کشیده شده در رابطه با رژیم چون رژیم تمام راه هایی که رو که به سمت تشکیلات میره با آگاهی و توانمندی بالا بسته اگر آگاه باشیم و بدونیم که مسیر رفتن به سوی یک تشکیلات محمولا از سوی سمت دانشگاه ها اعمال میشه و رژیم این رو خوب میدونست که با دو سال بستن دانشگاه ها به نام انقلاب فرهنگی و کنترل دانشجو از منزل تا خود کلاس درس این فضا رو بس در چند سال اخیر به اصطلاح حجم وسیع از نیروهای خودش رو تحت عناوین مختلف از جمله روزنامه نگار مستقل، فعال سیاسی مستقل و و و به تمام این رسانه های خارج از کشور فرستاده و طبیعتاً همه اینها رو نه به جنگ مثلا فرزن فلان حزب سوسیالیست یا فلان حزب ملی یا فلان حزب سکولار فرستاده باشه دقیقا اونا رو به این سمت فرستاده که جلوی مقاومت رو از طریق همین رسانه هایی که به اصطلاح در خارج از کشور هستن بگیرن خب الان ما چندین سال من بحثم رو میخوام رو این متمرکز کنم که به نظر من شما چه زمانی که وارد ایران اینترنشنال شدید بعد از اون جریان که خیلی مورد استقبال بچه های هوادار قرار گرفت حداقل من, من مورد استقبال من قرار گرفت که یک راهی باز شد که یک نفر از هواداران مقاومت رفت جایی دیگر از به صدای مقاومت حرف جدیدی رو بزنه تا گوش های جدیدی که اونور هستن اون حرف ها رو بشنوند چون وقتی ما تو دایره خودمون مدام این حرف ها رو میزنی خب اوکی استقبال میکنیم ولی واقعیت مسئله اینه که هدف ما برای سرنگونی رژیم رسیدن به نقطه رهبری کننده است و وسط کردن مردم به این مقاومته اگر نه هوادارای مقاومت ظرف چل سال گذشته با سختی ها و کم و بیاد های زیادی با این مقاومت بودن جذب نیروی جدید ضرورت اتفاقی است که شما من فکر میکنم کلیدش رو زدید چون من تو هفته گذشتم توی یکی از همین نشست های گفتم گفتم که اگر قرار صدای مقاومت رو از جاهای دیگه هم بشنوند یک همچون برنامه زومی. به صورت گسترده تر ما وقتی میتونیم مثلا به تو پرانتز بکنم وقتی میتونیم دیوی سی ست نفر از نمایندگان پارلمانترهای آمریکا رو با حرف زدن یا اون خاطره که خودتون گفتید توی فرانسه میرفتی چجوری امضا میگرفتی مجاب بکنیم که مقاومت اینه برنامهش اینه طرحش اینه ضرورت داره یک برنامه زوم همگانی به صورت آزاد همینجوری که شما گذاشتید برگزار بشه و تمام نیروها رو به صورت رسمی هر کسی که فکر میکنه این مقاومت به اصطلاح انتقاد دارد این مقاومت چون در بهله اول ما باید تمام سنگرهایی رو که رژیم در فضای رسانه و در فضای تبلیغاتی خارج از کشور تصاحب کرده رو باید اینها رو از دست رژیم خارج بکنیم چطور میتونیم خارج بکنیم با ورود به اون سنگر ما وقتی توی این چل سال اخیر مقاومت برای خودش علاوه بر مرز سرخ بزرگی که به صلاح رژیم برای همه ما هست یه مرز سرخ های کوچیکی از طریق رسانه ها هم برگزار کرد من, من ایمان دارم و احساسم اینه که تحلیلگرای خوبی توی این یاران مقاومت هستن مثل امثال شما که میتونستن به جا اجازه ندن تحلیلگرای رژیم وارد عرصه رسانهی خارج از کشور بشن ما اگر مثلا فرزن وارد این هر رسانهی به هر شکلی چه به صورت مقاله چه به صورت گفتگو اجازه بدیم که مثلا هر انتقادی که دارن چون ایمان دارم که مقاومت پاسخ همه این انتقادها رو داره الان اگر در مورد جمهوری دموکراتیک واکنش نشون ندادن درباره کامیل های شورشی هم واکنش نشون نمیدن در بین یک دادگاه بین المللی انجام شده در بلژیک نماینده رژیم در بالاترین سطحش محکوم شده رسانه های مختلف وقتی هم میخوان مطلب راجع به این قضیه بنویسن تمام تلاششون اینه که اسم مجاهدین رو ننویسن یا در بهترین حالت که مثلا فرزن ایران اینترنشنال یا یکی دوتا دیگه میاد مصاحبه میکنه افرادی رو دعوت میکنن که اصلا هیچ ربطی به این موضوع ندارن این مقاومتی که یک اتفاق تاریخی رو رقم زده در خارج از کشور نماینده های مقاومت چه به صورت اعضا چه به صورت هواداران باید تمام این مراحل رو پوشش بدن ما تا زمانی که نتونیم این رسانه های خارج از کشور رو از دست رژیم در نیاریم این پروسه سرنگونی رو به تاخیر انداختیم باید. چون من جم... الان چرا کسی نباید بفهمه دوست عزیز من ناصر عزیزم قربان وقت وقتمون یک ساعته من یه سوال دارم که این سوال حتما جواب بدم یک بد فهمی شده من اصلا معتقد نیستم که با زیر بیرق اسلام جنگید من اصلا هم خودم هم اصلا هیچ ربطی به اسلام ندارم من حرفمو بعد شاید فهمیدین به هیچ وجه من نمیگم زیر من اتفاقا میگم که آدمایی که یعنی هیچ دلیلی نداره کسی که میخواد با اخوندا بجنگه حتما مسلمان باشه اصلا این حرف درست نیست ببینید من میگم باید سی پذیرفت که جنس جنس ببینید در کسایی که به صلاح مبارزه علمی رو باش آشنا هستن میدونن که یه مقوله هست به اسم استراتژی وقتی صحبت از استراتژی میکنن تو میگن یعنی با دیکتاتوری که میخوای بجنگی بر مبنای یه استراتژی باید بجنگی استراتژی مبارزه با دیکتاتوری از خود دیکتاتور ساته میشه یعنی خمینی میاد میگه آقا کسی نمیتونه با من مخالفت کنه اگه کسی بخواد با من مخالفت کنه میکشمش دارش میزنم اگه کسی میخواد با من مخالفت کنه باید با من بجنگه مسلحانه بجنگه بر همین میگن استراتژی مبارزه مسلحانه از خمینی و دیکتاتوری خمینی به مقاومت ایران به مردم ایران تحمیل شد یعنی کسی اهل کشته شده نیست الکی کسی دوست نداره بمیره مبارزه به اصطلاح حالا تو همین کادر میشه وقتی که این دیکتاتوری داره با سلاح اسلام مردم رو با خودش همراه میکنه و با سلاح اسلام میجنگه شما نمیتونید بیاید رو در روی اسلام به و اس... باش بجنگید این همون چیزی که اون میخواد میشه جنگ کفر بر علیه اسلام خیلی راحت میگه شما کافرید شما رو از دور خارج میکنید من نمیگم زیر بیرق اسلام من میگم بر ساختاری که این ساختار وجود داره شورای ملی امامت ایران ساختاریه که درست از سی خرداد شست شکل گرفته فرم گرفته این ساختار اصلا اسلامی نیست یک آلترناتیبیه یعنی یک مجموعه از نیروها هستن با داده های مختلف با تس... اندیشه های گوناگون ما... مارکسیست ملیگرا انواع و اقسام نهله های فکری مذهبها، مذهب, مذهب،, مذهب. ها مذاهب مذهب اینها این میتونن باشن و جاشون اونجاست و بودن اولا بودن خیلی هم بودن الان کمتر هستن ولی با این حال در همون ساختار و در همون محتوا که این شورای ملی مقامت دو تا ویژگی داره نیرویی که هژمونی رو داره توی این شورای ملی مقامت به این دلیل این شورا کار است که نیرویی که توش هژمونی داره سازمان مجاهدین خلق ایرانی که یک سازمانیه که معتقد به اسلام و اسلام دموکراتیک به این دلیل این شورا کارایی داره که هژمونی با این نیروه و این ساختار دست کسی نیست غیر از این نمیتونه باشه اگه بود جای دیگه بود اگه غیر از این ممکن بود یه آلترناتیو دیگه تو این دو سال یه جور دیگه درست شده بود با یک ساختار که مثلا توش اصلا هیچ نیروی مذهبی یا اسلامی مثلا مجاهدین نمونید واقعیت اینه که شورای ملی مقامت به این دلیل میتونه پایدار باشه و سر پاس و دو ساله که جدی ترین دشمن این رژیم که هژمونی در این شورا نیروی اصلیش یک سازمانی هن که این سازمان به اسلام معتقدن ولی این اسلامی که اونا بهش معتقدن رو برای خودشون بهش معتقدن به چه درد میخوره این اسلام به این درد میخوره که میتونن نیروی موثری باشن علیه خمینی علیه دیکتاتوری خامنه و خمینی خمینی و خامنه دیگه نمیتونن بگن اینا کافرن اینا مارکسیستن اینا فلانن میتونن بگن اینا از کفار بدترن ولی دیگه نمیتونن بگن کافرن میگن مجاهدین از کفار بدترن همه نیروهای دیگر رو با این حرب از دور خارج کردن که اینا دشمنان اسلامن ولی به مجاهدین میگه اینا دشمنان نظام هست. چون نمیتونه بگه دشمن اسلام پس ببینین وچه اسلام اینجاست اتفاقا به این دلیل این حرف رو از کجا میشه جدیت چه فهمید که شورای ملی مقامت ایران که بعد از سقوط این رژیم شش ماه میخواد اوضاع ایران رو تحت کنترل بگیره تا مجلس مؤسسان آماده کنه برای خودش یه دوره عمر شش ماهه گذاشته یعنی دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی موقت اسلامش اسلامیش موقت لفظ اسلامیش موقت اگه نیروی محوری این که مجاهدین هستن که معتقدن به اسلام خواهان یک جمهوری اسلامی بودن که دیگه نمیذاشتن شش ماهه که میگفتن بعد از اینم باید اسلام باشه من نقل قول آوردم از آقای رجبی میگه ما اصلا خودمون به یک جمهوری سکولار به یک جمهوری لایک به یک جمهوری دموکراتیک به جمهوری غیر دینی باور داریم این حرف الان نمیزنن قبل از انقلاب هم اون موقع که هنوز خمینی نگرفته بود پا نگرفته بود هنوز انقلاب نشده بود باز با همین باور جلوی خمینی واسطه اگر که در رفراندوم قانون اساسی در قانون اساسی رأی ندادن به خاطر این بود که با اون قانون اساسی مخالف بودن چون ساختارش لایک نبود تنها نیروی جدی که جلوی قانون اساسی اخوندی واسط مجاهدین بودن و هاشم سنگین پرداختن از صحنه سیاسی حذفشون که خمینی نزدش دیگه تو انتخاب با ریاست جمهوری شرکت کنن نزدش تو بقیه تو بلاز سیاسی جلوی از حیات سیاسیشون رو گرفت چرا این کار کردن بجایدی؟ چون ساختار اون قانون اساسی یه ساختار لایک نبود یه ساختار مذهبی بود ساختار ارتجایی بود تحت نام اسلام من این که میگم نه این که من بیام بگم که من مدافع اسلامم یا میگم اسلام اون باید حتما مسلمون باشیم من میگم با رژیمی که از اسلام استفاده میکنه بجز به اصطلاح این ساختار که شورای ملی مقامت هست تحت هژمونی سازمان مجاهدین خلق ایران جور دیگه نمیشه جنگید اگه میشد به جنگید کسی دیگه جنگیده بود در خارج از ایران هم کسی دیگه نتونسته به جنگید ببینید این راه برای افغانستان هم هست اگر افغان ها خانه دست طالبان خلاص بشن باید یه ساختاری شبیه مجاهدین سازمان مجاهدین خلق ایران داشته باشن یک نیروی مذهبی مسلمون معتقد به دموکراسی و لایک که بتونه در مقابل طالبان بیسته دولت افغانستان نمیتونه در مقابل طالبان میگه دولت به اون اون که دیگه اصلا بازش خرابتر از نظر طالبان میگه شما به صلاح وابسته به با آمریکا هستید این صحبت من میگه ام... که آیا شما... کسی که به اسلام اعتقاد داره و نه به جمع حکومت دینی باید زیر برج اسلام با رژیم جن... نه اصلا ببینید خیلی نکته باریک از مج... هیچ کس لازم نیست مسلمون باشه ببینید مجاهدین هم خود مجاهدین هم که مسلمون هم, مسلمون هم, هم هستن در آنچه که به جنگشون با رژیم برمیگرده اسلام فقط به درد این میخوره که آدمای های محکمی باشن بیستن اعتقادات خودشون رو تقویت میکنه اگه نه نسخه هاشون برای جنگ ربطی به اسلام نداره که یک به بسلا... چطوری بگم اینو براتون مجاهدین در آنچه که به جامعه برمیگرده اصلا صحبت اسلام رو نمیکنن صحبت اسلام برای خود مجاهدینه کجا صحبت به اصطلاح اسلام هست این که میگن اگر که ما یک نیروی مسلمون نبودیم به راحتی خمینی ما رو حس کرده بود کما که دیگران حس کرد چرا میگفت اینا کافرن یعنی سپره برای اینکه بر چماغی که خمینی برداشته چماق اسلامه و خامنه ای چماق خامنی چماق اسلام امام زمان فلانه سپرش باید اسلام باشه اگه نه حسب میشه این قانون منده تا کی تا موقعی که این رژیم سر پاس بعدش دلیل نداره باشه مجدنا هم هیچ اعتقادی ندارم من یه پیام مدرو که نتونستم باز کنم یک کمیسی بخوام بدید من نمیگم یک کمیسی بی خدا هم بهتر زیر پرچم اسلام بگیر اصلا این حرفو نمیدم میگم یک کمونیست یک،, یک, آزادی خواه یک ملیگرا باید در یک ظرفی که اسم شورای ملی مقامت هستش که این شورای ملی مقامت یک واقعیتیه که در واقع 42 سال حیات سیاسی داره ولی هجمونیش با یک سال یعنی نمیتونه بیاد با یک با اسلام ببینید اگه اونوریشه بگم یک نیروی جدی ضد خمینی ضد آخوند نمیتونه بیاد با کوبیدن مجاهدین مبارزش رو پیش ببره راه به جایی نمیبره نمیتونه با کوبیدن اسلام راهش رو پیش ببره این هست میشه من نمیتونم بعد این شورای ملی محبت که 42 سال هم از عمرش میگذره یه محتوای واقعی هم داره تو 42 سال مثل خمینی نیستش که از نجف اومد تو فرانسه سه تا مصاحبه کرد چیش ماه بعدم شد رهبر این 42 سال زیر ضربه دو ساله دارن امتحانش میکنن تو این 42 سال یه محتوایی از خودش نشون داده این محتوا یکیش مثلا برنامه ده ماده خانم رجبیه این محتوا برنامه شوراست که نوشته است مکتوب چهل ساله هی hey میگن با تکثیر میشه باز پخش میشه یه مصاحبه نیست بگن تموم بره یه حرفه که برش ایستادگی کردن که تو این برنامه ها لایسیته حرف اول میزنه جدای دین از دولت حرف اول میزنه یعنی مجاهدین مسلمان اولین مدافعان جدایی دین از دولت هستند اولین کسان از همون سال هست. جدیترین کسانی که مخالفت کردند با مداخله دین در دولت و در سرنوشت سیاسی و در سرنوشت اجتماعی مردم مجاهدین بودن تو این چل سال مستمر گفتن تو برنامه های خانوم رجوی اصلا چیزهای ریز مشخص یعنی بیشتر از این که مخالفت بکنن فقط در عنوان اومدن گفتن آقا چند همسری ممنوع است برای جامعه اسلامی دولت باستی خب جدای دین از دولت که حرف پایه‌ای و محوریشه چند همسری ممنوع است حکم اعدام رو باید لغو کنی اون میگه باید قصاص کنی خامنه ای و خمینی اینا میگن حکم اعدام رو باید لغو کنی این معنیش چیه یعنی فردا خامنه ای هم نمیشه اعدام کرد معنیش اینه دیگه یعنی اگه شورش شد انقلاب شد مردم اومدن خامنه ای کشته نشد دست مردم در رفت دستگیر شد نمیشه ادامش کرد چون شورای ملی محمد معتقده به این که مجایدین معتقده به این که باید حکم ادام رو لخف کرد در ایران یا معتقدن که زنان باید حقوق برابر داشته باشن با مردان این خیلی کار سختیه حق هزانت برابر خیلی کار سختیه تو ایران مخالفت میکنن باش خیلی از مردان حق طلاق برابر خیلی کار سختیه اینا برنامه های همین الان خانم رجبیه نه برنامه الان برنامه چهل سال گذشته تا الان هی گفتن نوشتن تکرار کردن اینا پیشنهاداتشونه پس مجایدین نه خواستار یه جامعه مذهبی هستن نه خواستار یه حکومت اسلامی هستن نه اصلا خواستار در قوانین ساده روزمره جامعه خواستار چیزی هستن که هر نوع رنگی از مذهب از هر مذهب یا از هر اعتقادی داشته باشه خانم قفاری اگر که سوالتون رو بفرمایید من من هم یه لیم آب بخورم سلام آقای حبیبی خسته نباشید <applause> متشکرم خواهش میکنم اسم برامتون چالش بذار منم پس شما رو به چالش بکشم بسیار بسیار کار خوبی میکنید خیلی خوبه <کوئی. تصفيق> شما که الان توضیح دادید که شورا الان مدت هاست مخصوصا از وقتی که طرح دهمادهی خانم رجوی هم منتشر شده دیگه از حرف از جمهوری دموکرات جمهوری اس... جمهوری دموکراتیک اسلامی نمیزنن کاش این از شورا از هاش اصلا کلا خارجش میکرد که خیال همه راحت شد این مثلا. مخصوصا خیال من, <تصفيق> من <تصفيق> ولی خب به بدل... <applause> دلیل ب... که الان آقای رجبی نیستن در دسترس میدونم باید رئیس شورا بالاخره اونجا حضور داشته باشه اینا ولی سوالم در واقع چالش هم از شما این آقای حبیبی چرا تو این موقعیتی که خود خانم رجوی هم الان مثلا از اسلام حرف نمیزنه و همش بحث روی لایتیسه هست و نمیدونم جمهوری دموکراتیک و همجور که الان خودتون هم گفتین این طرح ده ماده خیلی مهمه دیگه الان خیلی تکرار میشه مرتب شما چرا برنامه امروزتون باشین سر بحث اسلام در داخل مجاهدین برای من حل, حل, شده هست خیلی تا حدودی حدود زیادی در واقع که مجاهدین یه گروه مذهبی هستن مسلمان هستن معتقدن ولی شورای ملی مقاومت یک ائتلاف غیر مذهبیه و یک ائتلاف لاییکه در واقع و حکومتی که قرار ش... بعد از سرنگونی آخوند تا شش ماه قدرت به دست بگیره مجاهدین نیستن شورای ملی مقاومت هست پس این یعنی برای من توضیح بدین امروز مسئله که بحثو که شما رو انداختین تا بعد اگه سوالی داشتم باز خدمتتون دستم بلند میکنم مرسی خواهش میکنم شما به درستی فرمودید که شورای ملی ممد یک سازمان مذهبی نیست کاملا درست فرمودید یک سازمان سیاسیه شما به درستی فرمودید که سازمان مجاهدین یک سازمان مسلمان معتقد به اسلام هست اینم کاملا درسته این که شما فرمودید که آقای رجوی خودش نیست تا این اس را عوض کنه من همچین اعتقادی ندارم من اتفاقا شنیدم از خیلی از یکی از دوستان خیلی نزدیک که آقای رجوی در همون ابتدا گفته بود من اگر مسلمان هم نبودم معتقد بودم که این دولت موقت جمهوری دموکراتیک با لفظ جمهوری دموکراتیک اسلامی میتونه کارا باشه یعنی دولتی که قرار در شش ماه بعد از سرنگونی به صفت دولت به صلاح معرف و نماینده شورای ملی مقامت ببینید شورای ملی مقامت یک ساختار سیاسیه دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی یک اسمی که کلمه اسلام توشه ولی این اسم کلمه اسلام در دولت موقت جمهوری اسلامی یک کاربرد سیاسی داره نه یک کاربرد دیدگاهی ایدئولوژیک برای همین آقای رجایی گفت من اگر مسلمان هم نبودم به این اسم رای میدادم یعنی دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی چرا که این دولت کارایش رو از این میگیره که با کلمه دموکراتیک اسلامی در مقابل جمهوری اسلامی آخوندی یا اسلام آخوندی میتونه مؤثر باشه دوم بیاره و طول عمر داشته به همین دلیل دولت موقت جمهوری دموکراتی اسلامی هیچ وظیفه ای برای ترویج اسلام یا انجام کارهای اسلامی اینا نداره وظیفهش فقط مجلس مؤسسانه ولی اون دولته که مؤس... نماینده شورای ملی مقاومت ببینید این که خانم رجبی اسم از اسلام نمیاره به این دلیل هستش که ببینیم من اصلا اینطوری نیست که خانم رجوی شورای جمهوری دموکراتیک اسلامی رو دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی رو کنار گذاشته اصلا اینطوری نیست دولتی که قراره به عنوان بازوی شورای ملی مقامت بعد از سرنگونی کار بکنه در یک دوره موقت شش ماه اسمش هست این و این اسم اسمی نیست که عوض بشه عوض شدنش اتفاقا امروز خیلی بیشتر از سی سال پیش نیاز هست که اسمش این باشه برای اینکه اگه اون موقع خمینی فقط تو ایران به اسم اسلام حاکمیتش رو پیش می برد. الان تو بخشای جهان هم داره پیش میبره یعنی کارایی اسلام برای این رژیم الان خیلی بیشتر از سی سال پیشه پس نظامی که میخواد باش به جنگه نمیتونه از عبارت دموکراتیک اسلامی خودش رو دور کنه چون حس میشه ببین این یه چیز خیلی ساده داره معنیش نیستش که دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی یه دولت مذهبیه که میخواد دستورات مذهبی و کارهای مذهبی بکنه معنیش اینه که این دولت و البته این دولت سر شیش ماه عمرش تموم میشه کارش تموم میشه مجاهدین هم درسته که مسلمونن ولی هیچ وقت نه در قبل از سی خرداد شست نه بعد از سی خرداد شست نه بعد از اینکه دولت موقت شش ماه کارش تموم بشه خواستار یک جمهوری اسلامی یا خواستار یک نوع جمهوری با هر پسوندی نیستن قبلا نبودن الان هم نیستن ببینید خانم رجوی مسلمونه ولی خواستار یک جمهوری اسلامی نیست اگر که باز یه جور دیگه میگم اگر که مجاهدینی نبودند که مسلمون باشند مجاهدینی نبودند که مسلمون باشند همه نیروهای دیگه بودن هر جور دیگه اصلا سازمان مذهبی نداشتیم باز آلترناتیبی که میخواد جلو این رژیم بیسته میبایستی از کلمه دموکراتیک اسلامی استفاده بکنه چرا که صدی هست در مقابل اسلام اسلامی که تحت استفاده خمینی و خامنه ای هست ببینید نمیدونم چطوری میشه بشه از این ساده تر گفت اگر مجاهدین مسلمان هم نبودند در ساختاری میتونستن موثر باشند که اون ساختار ضد دین و ضد اسلام نباشه و ساختاری میتونه ضد دین و ضد اسلام نباشه که جنسش اسلام باشه متو از اسلام ضد خمینی یعنی دموکراتیک باشه ویژگی موجه ببینید در دنیای دنیای واقع رو نمیشه با دنیای فرض و محالات چیز کرد قاطی کرد ما اون چه که در واقع اتفاق میفته انعکاس واقعیت هاست. اگر که محق ممکن بود که یک نظامی بدون مجاهدین یک آلترناتیوی بدون مجاهدین با ویژگی اسلام دموکراتیکشون وجود داشته باشه خب می بود جایی جای دیگه می دیدیم نمونه شو. نیست این که یه همچین واقعیتی پیش روی ماست این برخواسته از واقعیت مبارزه با رژیم یکی از اسلام استفاده میکنه از اسلام استفاده میکنه تو سر آزادی خواه نمیدونم بحث بازم پام داره توش یا نه این که شما میگین چرا من بحث اسلام رو میکنم من بحث اسلام رو نمیکنم خمینی اومده با همین اپامی که الان شما مطرح کردید اصحان خیلی ها رو برده با خودش حالا خیلی از دوستان مثل شما علا رغم اینکه یه همچین اپامی دارن در کنار مقامت میمونن مقامت رو قبول دارن ولی انبوهی از مردم مقامت رو میزن کنار به همین دلیل به دلیل همین اپام اپام در اینکه این دولت جمهوری دموکراتیک دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی یه چیز غلطیه باید حسب بشه اون موقع گفتن حالا باید حسب بشه درست برعکسه الان این اسم کارایی و نیازش خیلی بیشتر از سی سال پیشه به دلیل اینکه استفاده از اسلام در قاموس خمینی و خامنه ای خیلی بیشتر از سی سال پیشه من امیدوارم که توضیح هم کافی باشه سوال بعدی گفتن که من گم کردم سوالات رو بله آقای جمشید هیدرنیا بله دوست ازم بله من در حالت با صحبت های ناصر من نمیخوام جواب ناصره بدم بلکه میخوام نظرات خودم و در واقع با نظر اونو به چالش بکشم. در حالت با مسئله اینترنشنال که صحبت کرد ببین من تمام مدیه ها و رسانه ها رو نگاه میکنم چون نیاز خودمه میرم ببینم که چه خبره در این مدتی که از اون زمانی که شما صحبت کردین برادر بنام صحبت کرد تا الان باید کنین روزی 20 تا تحلیلگر مفصل سیاسی نمیدونم پژوهشگر در فلان این امثال نوریزاد و نوری علا و مستاقی و نوروزی و اینا تو این رسانه هستن که این رسانه که به عنوان ایران اینترنشنال هست مرتب غیر که روزانه تبلیغ شاه و فرع و ولیعه و ایران نکن خب ما به چی رو خوش بکنیم یعنی مجاهدینی که پنجاه و چند سال داره مبارزه پنجاه و شیش سال داره مبارزه میکنه و خط و مشخص کرده میدونه اینه بهتر از من و ناصر رو اینه اون میدونه که کجا حرفشو بزنه که خریدر داشته باشه و الا مگه به نام بیکاره یا شما شو... که مثلا اینترنشنال اه... رو ول کنه مثلا بره با یه رادیو بیگانه صحبت بکنه من ایمان دارم که مجاهده میدونن دارن با کی مصاحبه میکنن و کجا باید دارن گذشته ما خودمون رسانه داریم اگر هر کسی دلش برای مردمش میسوزنه باید بدون کجا باید بره نگاه بکنه ببین شما اکثر مفسراش و که نگاه کنیم یا اطول رژیم اومدن بیرون یا رفتن بی بی سی یا من و تو رفتن توی ای اینترنشنال خب این چه انگیزه به من میده من خودم دارم آنچه که خود داشت بیگانه تحب میکرد حالا مگه حرف ما را نمیشتم مگه حرف مقامت نمیشتم آقا ما چهل و سه سال تو این رژیم داریم موازه میکنیم میگیم آقا جون من من که یکی دارم باش موازه میکنم یک بار سازمان به من نگفته نماز میخونی یا نمیخونی خانمت موسیقی داره یا موسیقی داره. اصلا بحث اسلام مگه نمیگم تو تمام کهکشانات تو تمام مناسبت ها همه خواهرا و همه خواهران و همه بچه ها بدون حجاب بدون جوراب بدون نمیدونم روسری میان اونجا بعد یه چیزای این رژیم مطرح میکنه شیطان توی جامعه و ما خودمونم بهش دامن میزنیم آقا ما بریم یه جه تو این تا س... تا صدای ما رو بشنون آقا میخوام نشنن خب ما خودمون مدیا داریم بعد بریم من یه چیزی که خواستم بگم کوتاه مختصر آقای عزیزی نظر خودم بود که دادم برخلاف خ... خواهش می‌کنم ببینید جمع چه من یه نکته فکر می‌کنم شاید لیاس هست که آدم ریستر توضیح بده ما یه حکومت شش ماهه داریم که اسم دولتی که این حکومت رو میکنه هست دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی بعد از این شش ماه دیگه اسلامی وجود نداره یعنی نیازی به این اسم نیست چرا تو این, این اسم نیاز هست تو این دورانی که الان توش هستیم و تو اون شش ماه چون سوء استفاده از اسلام وجود داره بعد از اون شش ماه دیگه کسی نیست که از اسلام سوء استفاده کنه خمینی نیست خامنه نیست در چه نیازی به اسم اسلام نیست دیگه یه جمهوریه حالا ببینید جم... این دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران یه دولتی نیستش که الان تشکیل نشده باشه نیستش هست از روی سروز سی خرداد شص به این طرف پدیده واقعی وجود داره به اسم دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی این پدیده یک رئیس جمهور برگزیده داره که اسمش از خانم مریم رجبی این پدیده الان 42 سال عمر داره پس این عمرش تحت این اسمه برای همین این اسم نیاز هستش که پسوند اسلامی داشته باشه با تاکید بر کلمه دموکراتیک تا زدیتش با اسلام ارتجایی توش برجسته باشه این پدیده یا این آنتیته یا این چیزی که اسمش هست دولت موقت جمهوری دموکرات اسلامی یه حیات واقعی داره که این حیات شش ماه بعد از سرنگونی تموم میشه در طول این دوران از سی خورداد تا اون آخر اون شش ماه اسمش اینه غیر از اینم نمیتونه باشه غیر از این هم کسی نمیتونه با این رژیم بجنگه چون این رژیم از اسم اسلام استفاده میکنه در چه باید بدلش یا ماوزایش باید از این اسم این باطل و سحر رو داشته باشه بگی اسلام دموکراتیک ولی بعد از اینکه این رژیم رفت و سقوط کرد بعد از اینکه اون شش ماه تموم شد دیگه کسی نیست که از اسلام استفاده بکنه در چه اسم اسلام جای نیازی نیست دوستی اینجا نوشته میخواد اسلام چپا آخه اسلام به بب... ب... 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 درد ببینید کارایی مشخص این کلمه اسلام الان در دفاع و در به عنوان یک سپر در قبال سو استفاده از اسلام غیر از این اصلا نمیشه جنگید اگه این نباشه نمیشه جنگی کسی دیگه نتونسته به جنگی اصلا مهمی نیستش که شما مسلمون باشی یا نباشی زیر سپری غیر از این نمیتونی به جنگ. این خیلی ساده است دوست دیگه گفته که بله اساسا روی این تاکید میکنم اتفاقا در وحدت با این هست که میشه مؤثر بود در وحدت با این دولت موقت یا با این مجاهدین ساده بخوام حرف بزنم آقا نمیشه ضد مجاهدین بود با اخوندا جنگید به دلیل اینکه مجاهدین مسلمونه اصلا فرض کنیم مجاهدین مسلمونه هستن مسلمانان متغیری هستن نمیشه گفت آقا من با اخوندا مخالفم میخوام باشون بجنگم ولی هم مجاهدین بدم میاد نمیشه این از کجا نمیشه برای اینکه قانونمندی مبارزه از این در میاد که مجاهدین جدی ترین به صلاح سپر در مقابل ارتجاع هستن نمیشه با اسلام مخالفت کرد اسلام سیتیزی کرد ولی با خمینی جنگید. اتفاقا خمینی خوشش میاد که آدمایی که باش هستن و مثل یک اشکالی که میکروفونی جا شد آدمایی که باش مخالف هستن و بگه اینا اسلام سیتیزن پول خرجه میکنه برای این کار هزینه میکنه انبوهی آدم صبح تا شب به اسم این که ما مخالف اسلام خیلی هم تیتر چیزیه دیگه لوکسیه خیلی خوششون راحت همه میگه آقا من با اسلام مخالفم لوکس مد شده ولی این خواست خمینیه برای اینکه میگه ببین دشمنان من اینان که اسلام ستیزن پس من اسلامم نماینده خدام با همین ترتیب یه سیر گول میزنه ببینیم سرکوب مردم در ابعاد گسترده بدون نیروی معتقد ممکن نیست نیروی که میاد تو خیابون شلیک میکنه تو سر مردم تیر میزنه چرا شاه میتونست اینجوری سرکوب کنه چون نیروی معتقد مثل نیروی پسیجی و پاستار آدم کش نداشت شکنجهگرش شکنجه که میگرد بعد از وجدانم میگرفت اصخایی هم میکرد از کسی که شکنجه کرده این صفحه من رفت نمیم چی شد میگه میکروفون شما استفاده میشه آیا صدای من میاد؟ با. یه مشکلی بوده حالا چرا خمینی میتونه اینقدر سرکوب کنه؟ چون نیروی معتقد داره یعنی یه سری آدم رو نه اینکه بگم آدم های خوب یه سری آدمایی برای اینکه بتونن شلیک کنن تو سر زن و بچه مردم بچه ها رو بکشن جوان ها رو بکشن باید خودشون رو راضی کنن اینا رو چطوری خودشون راضی میکنه با همین که میگه شما مسلمونی شما حزب هستید بچه حزب خوب هستید شما سربازان امام زمان هستید خب این نیروی اعتقادیه این نیروی اعتقادی باید به دش... به آدمایی که براش میجنگن آدم میکشن بگی آقا کسی که شما میکشید دشمنان خدا هستن دشمنان اسلام هستن اسلام ستیز هستن پس به طور خیلی ساده در برهان خلف میشه فهمید که کسی که مخالف خمینیه نمیتونه اسلام ستیز باشه اگه از اسلام بدش میاد متنفرم باشه نباید بروز بیرونی بده چون میره تو جیب خمینی به ناگذیر باید بیا در کنار کی در کنار مجاهدینی که مسلمانن با با این رژیم میجنگن قانونمنده صحنه واقعی هم این رو نشون میده در خارج از ایران در کشورهای دیگه هم همینطوره نیروهای اسلام ستیز نتونستن تو افغانستان با طالبان بجنگن نیروهای وابسته به این اون ملی نام نتونستن در سوریه هم همینطور کسی نتونست با داعش بجنگه چون یک ساختار مبتنی بر یک اسلام دموکراتیک وجود نداشت در افغانستان یا در سوریه یا در عراق یا در یمن بله حذف کرد... هست حصف... حذف کردن اسلام در جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران خل اصلاح کردن این آلترناتیو بهترین هدیه است به خمینی خامنه ای شما این اسم فردا فردا بگه دیدین دیدین اینا مسلمون نبودن و الان ببین نمیتونی بگی مسلمون نیستن میگه منافقن نمیتو بگی کافرن اون موقع میگه اینا کافرن یعنی چی یعنی تیری که رو گلوی مجاهدین میره به همون راحتی عرض. نه که این تیر مؤثر نه. نه, میخوام بگم که نیرویی که در واقع با هیله و فریب خودش رو مسلمون جا میزنه اینجا تقویت میشه شما وقتی لفظ اسلامی رو در جمهوری دموکراتیک اسلامی ور میدارید تیغ میدید به گلوی به خامنه ای برای گلوی مردم این خیلی ساده است چون موقع میاد میگه ببینین اینا با اسلام میجنگیدن ما مسلمونیم ما نماینده خدا هستیم اینا دشمنان اسلامه قبلا هم گفته دارم سوالا رو میخونم میگه چرا نگفتین مرگ بر جمهوری اسلام آخه آخون... نظام آخوندی ببینین کلمات معنی دارن نظام آخوندیه مگه جمهوریه آخه جمهوری تعریف داره به فرانسه میگن جمهوری به آلمان میگن جمهوری ولی والا به روسی هم نمیشه گفت جمهوری امروز مثال میزنم حالا خیلی دیگه واقعا یه مثال زدم برای اینکه خود برجسته بشه نمیخوام موزگیره مشخص بکنم به آمریکا میگن جمهوری ولی به نمیدونم اردن و عراق سابق صدام که نمیشه گفت جمهوری جمهوری معنی داره جمهوری یعنی که بر اساس آرای مردم کسی که حاکمیت رو داره بر اساس آرای مردم یعنی تو صندوق رای در میاد خب مگه تو، توی ایران کسایی که حاکمیت دستشونه از صندوق رای در اومدن پس جمهوری نیست چرا بگیم مرگ بر جمهوری اونا میگن ما جمهوری هستیم ما بگیم مرگ بر جمهوری خب یعنی خوشحال میشن که یعنی ما قبول شدیم که اینا جمهوریان. دوم اسلامی نیست آخه کی گفته که اینا اسلام کی گفته کجا مگه اسلام قبل از اینا تو ایران نبود بابا پدران ما مادران ما, مادران ما، مادر بزرگای ما همه مسلمون بودن چه این کارا رو میکردن مسلمون اونا بودن مسلمون پس نه جمهوری نه اسلام وقتی کسی میگه مرگ بر جمهوری اسلامی همون کاری میکنه همون حرفی میزن که آخوند خوش میاد قنج میاد تو دلش آخ ما به ما گفتن جمهوری اسلامی همون چیزی که میخوان من معتقدم اینا خودشون این شعارا رو میدن شخصا معتقدم این داستان نه جمهوری اسلامی رو خودشون درست کردن چون منفعتش تو جیب اونا میرفت. چون قبول میکرد که اینا جمهوری هن اسلامی هم هستن من معتقدم حالا تحلیلا دارم میگم ولی اگه واقعا فرصتش باشه زمان بگذره میبینید پشت انبوهی از این تبلیغات خود اینا تبلیغ این که اینا جمهوری و اسلامی هم هستن یا اصلا تبلیغ سر بد بودن اسلام یه بابایی بود من یه بار دیگه هم گفتم یکی بود تو آمریکا این تمر میفروخت تمر فروش بود تو یکی از این برنامه های تلویزیونی بعد کارش هم اصلا سیاسی نبود تمر میفروخت و شاه رو دوست داشت اینا بعد ما یه دفعه دیدیم یه سری برنامه گذاشت تلویزیون شروع شد به علی و پیغمبر اینا فوش دادن صبح تا شب من با یکی از بچه‌هایی که اونجا دوست داشتم این چی شد ما میشناختش تا تو کار می‌کرد گفت این یه پولی بهش دادن گفتن تو بیا یه برنامه بزن ما 1000 دلار بهت میدیم یه هفته 1000 دلار که تو به خدا و پیغمبر اینا فوش بده باور کن اینا که میگم واقعی مستند هستش طرف دوستانی که مثل من یادشونه 20 سال 25 سال پیش تلویزیون زیا آتابای و اون زیا تلویزیون اون موقع پارس و اینا یادشونه این تیپا بود یا یه کسی هستش الان به عنوان امان... اسمش یادم رفته آی مشیری خب این اینقدر ضد اسلام و اینا نبود که آدمی بود تاریخ دان و اینا الان 90 درصد حرفاش اسلام کشی و اسلام ستیزیه خب این جون میده برای آخوندا این فیلم ها رو باهم هم میدارن میبرن این آدم ها رو از تو روستاهای ایران میارن میشونن این فیلم رو براشون پخش میکنن میگن ببینی اینا ضد علی هن ضد خدا ضد پیغمبر هن فوش میدن به خدا بر. اینا که تو خیابون دارید چماق میزنید تو سرشون میزنید میکشتیشون اینا اینان برید بکشید تو قیام آبان 88 من قشن یادم این صحنه رو که یکی اومد گفت آقا ما رو آوردن از دهات بعد هم رفتیم نشستیم برامون این فیلم ها رو گذاشتن گفتن دشمنان اسلام تو خیابونان برید اینا رو بکشید حال این مسئله ای اسلام مسئله ای نیستش که فرض کنیم با یه بحث تموم بشه رژیم از حداقل سال 67 به بعد شروع کرده علیه مجاهدین فعالیت کردن فعالیت نظامی که به اون صورتی وجود نداشته اساسا فعالیتش همین فعالیتیه که اسمش رو مجاهدین میذارن شیطان سازی یعنی خراب کردن مجاهدین آبرو مجاهدین رو بردن مجاهدین رو منفور کردن در بین مردم برای اینکه کسی مجاهدین نزدیک نشه برای این کار در چند زمینه فعالیت کرده چند تا محور رو روش کار فعالیت کرده براش پول خرج کرده لابیاش اومدن کار کردن یکیش اینه که مجاهدین مسلمونن از خمینی بدترن از آخوندا بدتر اینا اگه بیان اوضاع بدتر میشه رو این انبوه بیش از سی سال کار کرده خرج کرده با یکی دو روز و یک ساعت دو ساعت از بین نمیره من معتقدم با بحث آزاد اینجوری با دعوت از مردم برای اینکه بیان صحبت کنن همین دوستان خودمون خانم قفاری عزیز که خودشون گفتن با همین بحث و تعمیق این بحثا ما میتونیم تو این جپ رژیم رو عقب بزنیم یعنی بحث روشن فکری نیست بحث نشون دادن چهره واقعی مقامت شورای ملی مقامت مجاهدین جایگاه مجاهدین این که من میگم هژمونی مجاهدین از اینجا در میاد ببینید این که میگن آقا چرا مجاهدین نمیان با کسی ائتلاف کنن مجاهدین پیش هر کسی که برن با هر کسی که دوست بشن ائتلاف کنن ضعیف میشن میسوزن چون نیروی محوری که رژیم ازش میترسه به لحاظ چی میگن دستگاه استراتژیک نقطه مقابلش هست چرا چون معتقد به اسلام دموکراتیک که خلاصه میشه در حرفهای خیلی مشخصی مثل حرفهایی که خانم رجبی میزنه در اینکه زنان باید مسئولیت همه امور رو به دست بگیرن تا یک مملکت اسلامی از چنگال ارتجاه خلاص بشه هژمونی مثبت تبعیض مثبت به زنان از اینجا در میاد یک حرف لوکس نیستش که بیان بگن ما خیلی آدم خوب روشن هستیم به حقوق زنان معتقدیم نه یه الزامه در جوامع اسلام زده ارتجا زده وقت اون جوامع نجات پیدا میکنن از خرافات اسلام از خرافات مذهبی از همین بلایی که سرش میاد که حاکمیت دست زنان باشه یعنی رئیس جمهورها زنا باشن وزیرا زنا باشن نماینده های مجلس زنا باشن تصمیم گیران مملکت زنها باشن نه اینکه من خیلی آدم روشن فکری هم میگم نه این به خاطر این که جنس ارتجا ضد زنه آخون میگه زن هیچی نیست بره تو پستو بره فلان حاکمیت چه روی این سوار کرده به همین ترتیب تونسته ابزار سرکوب درست کنه مردها رو تبدیل کنه به چماق و چماق و تفنگ به سر جمع روی جامعه و قبل از همه به سر روی زنان و سرکوب رو بر جامعه تحمیل کنه یعنی چی یعنی تو خیابون میری یه مردی میاد یقه یه زنی رو میگیره میگه چرا هجابت بده جیغ میشه داد میشه جامعه میفهمند که آزاد نیستن میفهمن که سرکوب هست میترسن مردم میترسن یعنی اعمال سرکوب از طریق اعمال به فشار به زنان شروع میشه خب عکسش چیه راه مقابلش اینه که زنان بیان تنها تصمیم اینجا میگه تنها تصمیم گیرای جامعه مردان هستن اون ظریف ابله تو اون نوار سخنرانیش تو اون نواری که لو رفت میگه ما اونجا نمیدونم چند تا مرد بودیم یه زنم بود البته یه زن نصف به ما به حساب میمدی هم چی چیزی میگفت اینقدر اینا واقعا اینا معتقدن به این تو اون زمان اونجا که تو اون حرفی که تو اون نوارش گفت اینو اینو نمیگفت که چیز مثلا به این دا داشت اعتقاداتش میگفت میگفت یه زنی هم بود که نصف ما به حساب بیاد ما شش تا و نصف بودیم هم چیزی البته میگفت سه برابر ما کار میکرد همونجا قبول میکرد که اون خانم چقدر موثر بود حالا من ازش مگرینی بود منظور این که اونا میگن زنا نه زنا مردها فقط با تصمیم بگیرن رو در روش کسی که میخواد باشون بجنگه باید بگه فقط زنا با تصمیم بگیرن حداقل برای یه دورانی تا جامعه رنگ عوض کنه بهش میگن تعویض مثبت این کاریه که مجاهدین کردن پس ببینید اینا به خاطر این نیست که بحث روشن فکر کنیم میخوایم که این تفکر رو بیشتر مردم بشناسن میخوایم مقابله کنیم با دروخ ها و تفکر غلطی که آخوندها ها از طریق لابی هاشون در خارج کشور دامن زدن یکیش اینه موضوعات دیگه هم هست آقا مجدین رفتن اراق خیانت کردن خب این یه موضوع دیگه یه که موضوع بسیار مهمی هم هست اگر افتخاری در تاریخ ایران برای ایرانی باشه برای هر ایرانی که یکشون من هستم اینه که در اون دوران بلند شد رفت توی ماشین جنگی خمینی رو خاموش کرد خب این یه بحث دیگه است یکی دیگه اینه که آقا اینا روابط ناسالمی تو خودشون دارن زناشون رو طلاق میدن زناشون رو عوض میکنه حرفا که زشته و گفتنش در شهن ماهایی که میشتبیم نیست در حالی که اون یک پدیده بسیار نادره بسیار